خونه پدری باید مراقب خنده های بلندش باشه، مراقب حجابش، رفت و آمدش، مراقب نگاهاش. چرا؟ چون دختره، پدر و برادرش همه دوستش دارن. میدونید که ناموس اون هاست، حق دارن. اصلا همه حق دارن به جز خودش و پذیرفته این رو. از فشارهای خانواده تن به ازدواج سنتی میده. حالا در نقش زن، همسر، مادر نباید خودش باشه. باید کدبانو باشه، صبور باشه، سنگین باشه. خشونت اون نقابی هست که میزنه تا خودش نباشه، تا برای مرد کافی باشه. امروز در محضر شما بینندگان هستیم با برنامه دیگر از دریچه رو به آگاهی، با بررسی خشونت‌های خانگی و راهکار جهت کنترل فاجعه در آینده. میزبان دو بانوی محترم هستیم، خانم دکتر میترا بابک، متخصص روانکاوی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر و کنشگر سیاسی، و همینطور خانم دکتر رضوان مقدم، پژوهشگر، فعال حقوق بشر و حقوق زنان و همچنین بنیانگذار و سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی. خواهش میکنم با خانم دکتر بابک شروع میکنیم. خیلی سلام و احوالپرسی داشته باشید با بینندگانمون. خواهش میکنم. درود بر شما، درود بر رضوان عزیزم برای همه تلاش هایی که میکنه و همچنین کانون حقوق بشر که میدونم تلاش خودتون رو بسیار میکنید. موضوع بسیار مهمه و خوشحالم که در این مورد هر چه زودتر بیشتر صحبت کنیم. بله، بفرمایید خانم مقدم، در خدمت شما هستیم. مایکتون بسته است عزیزم. ببخشید. بله، درود عرض میکنم خدمت شما و مرسی که از اینکه این برنامه رو گذاشتید. خیلی خوشحالم که امروز در کنار خانم دکتر میترا بابک هستم و با هم در کنار هم هستیم. بسیار برنامه خوبی رو گذاشتید و هر چقدر از این برنامه ها بذاریم کم هست و من ممنونم از اینکه این دریچه به روی آگاهی یه کار خیلی جالبی رو سالهاست که شروع کرده و براتون آرزوی موفقیت دارم. بسیار ممنونم که مهمان برنامه ما هستید شما دو بزرگوار. من تمایل دارم با خانم میترا بابک شروع کنیم. سال اول رو دوست دارم که بفرمایید انواع خشونت علیه زنان چی هستند و لطفاً توضیح بدید که خشونت خانگی در واقع چی هستند. اول یک کلی بگم. خشونت خانگی برمیگرده به فرهنگ، عقیده، سنت و مذهب و اجتماع و سیاست اون خانه و خانواده و اون کودک. این یه جمع کلی، چون من روانشناسی رو از همه این دیدگاه ها به فرد فرد نگاه میکنم. دوما حالتهای خشونتهای خانگی انواع و اقسام طبیعتا داره که رضوان جان خیلی خوب میدونن. کتک زدنهای فیزیکی، کتک زدنهای روانی، کتک زدنهای جنسی. و دوباره وقتی که برگردیم پایین تر میبینیم که اینا رو تقسیمش بکنیم، میبینیم که معمولا کتک‌های جسمی رو زیاد دیده میشه و زیاد دیدند چون جاش میمونه، ولی کتک‌های روانی جاش نمیمونه، کبود نمیشه و کسی نمیتونه ببینتش و طرف هم نمیتونه بگه که من چگونه کتک خوردم. پس بذارین اول در مورد کتک روانی بیشتر صحبت کنیم، چون در کشورهای غرب متاسفانه قانون فقط باید حتما نشون میدادی که کجای تو کبود شده، ثابت بکنی، ولی خوشبختانه قانون تغییر کرد و متوجه شدن که کتک‌های روانی و همون اندازه که من حتی گاهی میگم، حتی گاهی عمیق‌تر، برای اینکه ممکنه که حتی اون کبودیش که زردی هم نگرایه، همچنان کبود بمونه ولی هیچ کس نمیبیندش. پس قانون در دنیای غرب عوض شد، ولی متاسفانه در کشور ما نه کتک فیزیکی مهمه، نه روانی که اصلا مهم نیست، و کتک جنسی هم که کودک همسری و کودک آزاری و همچنین آمیزش های جنسی اجباری شوهر بر زن که هر جا نه حق ندارد نه بگوید، و آیه های سوره نساء و تمام اکثر آیات قرآن که دقیقاً نقض حقوق بشر، نقض حقوق کودک و انسان و حیوان و محیط زیسته، اینا دستا رو باز گذاشته به اضافه احادیث سنت پیغمبر و ادیان ابراهیمی. حالا بخش ادیان ابراهیمی رو بذاریم کنار، اینا تمام باعث شد که متاسفانه ما گرفتار شدیم. کتک‌های فیزیکی، وقتی که گازت میگیره، وقتی کتکت میزنه، وقتی بهت لگد میزنه، وقتی مشتش اینجوری بلند میکنه به طرف صورت تو، یا خودزنی میکنه، وقتی خودزنی میکنه، وقتی فحاشی میکنه، وقتی حوار میزنه، وقتی تهدیدت میکنه، وقتی زمانی که ما مثال خیلی ساده خیلی دردناک داریم که آخر سرتو میبرم میذارم کف دستت، بذار بابات بیاد گوشتو میبره، سرتو میبره. این کتک‌ها کتک‌های بسیار جدی روانیه که بر تک تک ما تأثیر گذاشته و بر مردان تأثیر متفاوت گذاشته، برای اینکه به نوعی ناخودآگاه یک حقی داره بهش میده، یک قدرت این چنینی داره بهش میده. یا قهر کردن، وقتی قهر میکنه دقیقاً چه مرد و چه زن، در دقیقاً این کتک‌های روانیه. و یا کتک اقتصادی ما داریم، وقتی محرومت میکنه از پول دادن به تو، وقتی اجازه بهت نمیده که بری سر کار، اجازه درس خوندن بهت نمیده، وقتی تحقیرت میکنه، وقتی مقایست میکنه. حالا این از خانه باید بگیم، چون از خانه شروع میشه همه اینا. وقتی فرزندان دارن مقایسه میشن، دارن تحقیر میشن، کتک مسئله اقتصادی مسئله بسیار مهمیه. این کتک ها اونقدر عمیقه، اونقدر زیاده که تأثیرش چنان وحشتناک و عمیق رو اعتماد به نفس و حرمت نفس دقیقا تأثیر گذاره. به اضافه اینی که الگو میشه برای کودکان، الگو میشه برای پسر خانواده، الگو میشه برای دختر خانواده که محکومه چون دختره. بخش اولی که شما خوندید دقیقا درد بزرگ یک ملت، یک جامعه جهان سومه با قانون شرع اسلامی که جمهوری اسلامی و افغانستان ما داریم. یه پرانتز من بذارم قبل از اینکه تمام کنم، چون میدونم وقتمون کمه. یادمون باشه که ما فقط در مورد زنان صحبت نمی کنیم. برای من کار حرفه‌ای، نیمه من مرد، نیمه من زن تو کار حرفه‌ای. خشونت بر علیه یکدیگر، خشونت زن بر علیه شوهر، خشونت شوهر. ولی درصد خشونت مرد بر علیه زن در جامعه ما بیداد میکنه، بسیار بسیار زیادتره. به همین دلیل و فاجعه های قتل های ناموسی، اینا فاجعه هایی که تمرکز ما رو طبیعتاً باید بیشتر بکنه رو زن و دختر و کودک به طور کلی، کودک پسر و کودک دختر، که این کودک دختر و پسر وقتی بزرگ میشن چگونه متفاوت ضربه های روحی، روانی و شخصیتی خوردن و چگونه در مقابل میشن مظلوم و ظالم بر علیه یکدیگر. بله، ممنونم خانم دکتر بابک. همونطور که شما هم فرمودین، مرد میتونه زن رو له کنه بدون اینکه حتی لمسش کنه با رفتارش. و اما سوال دومی که مطرح میشه اینجا هست که آمار و ارقام در ایران به چه صورت هست و آیا ما با آمار گم شده مواجه هستیم؟ نظر خانم بابک رو میشنویم و در ادامه خوشحال میشیم که نظر خیلی مقدم رو هم در این خصوص بدونید. بفرمایید. حتما رضوان عزیزم بیشتر در این مورد میدونن، ولی رضوان جان میدونیم که ما مستند نداریم، ارقام اصلا مشخص نیست، برای اینکه در بخش‌هایی از کشور ما که بعداً در موردش بیشتر صحبت میکنیم، خانواده‌ها خودشون دست به جنایت میزنن و ثبت نمیشه. به همین دلیل ما نمیتونیم ارقام مشخصی بدیم، ولی طبق گفته‌های متفاوت بین 500 تا 600 تا سالانه ما قتل‌های ناموسی داریم و این یک فاجعه است واقعا برای کشوری مثل کشور ما. ولی فاجعه برای جمهوری اسلامی نیست، برای حکومت نیست، به خاطر اینکه اون از شرعش داره دفاع میکنه، ولی برای ما به نظر من برای جهان یک فاجعه است، مخصوصا جریان رومینا و جریان مونا حیدری. اما فراموش نکنید من کیسایی دارم که اگر فرصت بشه در موردش صحبت میکنم که ما اصلا در موردش اطلاع نداریم، ولی دقیقاً این اتفاق افتاده در کشور ما، ولی مجازی نشد، مشخص نشد و نامشون هم گمنام رفت. بله، بسیار ممنونم خانم دکتر بابک. بفرمایید خانم مقدم، نظر شما رو هم بدونیم. مایکتون رو اگه باز بفرمایید. خب اصل ماجرا رو میترای عزیز گفتند. ببینید من همونطور که اشاره کردم ضمن صحبتاشون در رابطه با خشونت الزاماً فیزیکی نیست. ما یک ضرب المثلی، من میخوام با این ضرب المثل معروف که میگن جای زخم شمشیر میره و جای زخم حرف نمیره، اینقدر میخوام تأثیر روانی به اصطلاح رفتارهایی که ممکنه از لحاظ فیزیکی روی ما تأثیر نذاره ولی در روح و روان ما همواره تا حتی ممکنه آخر عمر هم بیاد اگر که تراپی نشه. خیلی از ما وقتی که برمیگردیم میبینیم که رفتاری که در کودکی با ما شده یادمون میاد و هیچ وقت از خاطرمون نمیره، یا تحقیری که شدیم، رفتاری که حتی مثلا ما رفتیم در یک اداره رفتار بدی شده، یکی از بستگانمون رفتار بدی با ما کرده، نادیده گرفتن، تحقیر کردن، حتی سکوت، حتی یک سکوت معنیدار، قهر کردن، اینها ممکنه تأثیرات روحی روی ما بذاره که روی هر فردی بذاره که تأثیرش از کتک زدن خیلی بیشتر باشه. علاوه بر این یه سری از خشونت‌ها هستن. خب خشونت‌های پنهان داریم و خشونت‌های آشکار داریم، اما نباید این مسئله رو هم از نظر دور داشته باشیم که خشونت‌های دولتی، خشونت‌های ناشی از قوانین. الان شما راجع به آمار پرسیدید. اگر از من به عنوان کسی که خب روانشناسی خوندم، آمار خوندم، جامعه شناسی هست، بخوام اینجا نظر بدم، من میگم که 100% مردم در جامعه، 100% زنان، در حقیقت بیشتر من بحثم روی زنان است، 100 یعنی زنی شما نمیتونید پیدا بکنید در ایران که مورد خشونت قرار نگرفته باشه. چرا؟ حجاب اجباری، حجاب یک خشونته. شما کدوم زن رو میتونید پیدا بکنید در ایران که استراب این رو نداشته باشه که وقتی میخواد بره از در خونه بیرون، اگر به شکل دلخواش بخواد بره بیرون، مورد آزار قرار نگیره؟ پس این از این بابت که من میتونم بگم همه، یعنی در بکار بردن آمار به اعتقاد من همیشه باید خیلی دقت داشته باشیم، چون هر عددی که بیاد حاصل یک پژوهشه. وقتی ما میگیم 50%، 70%، 60%، اینها یه مطالعه‌ای کردیم بعد اومدی بیرون. من میبینم خیلی وقتا آمارها رو همینجوری بعضی از مردم میگن مثلا 98% مردم اینجوری هم روش حساسم، اما چرا اینجا من خودم از 100% استفاده کردم؟ چون براش فاکت دارم، یعنی مستند دارم میگم. استنادم هم این هست که طبق قانون اگر زنی حجابش رو رعایت نکنه به زندان، جریمه نقدی و شلاق محکوم میشه. این اسمش چیه؟ تهدید، نوعی شکنجه است، تهدید خشونته. پس ما هر روز داریم به نوعی کار حتی خشونت هستیم. پیامد این چی هست؟ این قانون پیامد شما در خانواده میبینید، قدرتی است که به مردان داده میشه. به درستی میترای عزیز اشاره کردن، خود شما در ابتدای گفتارتون، اینکه دختر نخنده، وقتی میشینه لباس پیرهنش رو بکشه پایین، بلند صحبت نکنه، رفتارش فلان نباشه که آبروی خانواده رو ببره، همه اینها خشونت اسمش. وقتی شما خودت نباشی، وقتی مجبور باشی دائما خودت رو سانسور، یعنی به این درد عادت شده و اینقدر به اصطلاح تکرار شده این مسئله، اینقدر این خشونت عادی سازی شده که یک عده حتی از زنان جامعه ما فکر میکنن غیر از اونش غیر عادیه. بله. و خواستم این رو بگم که بله کاملا این مسئله هست و خشونت خیلی به اصطلاح طیف وسیعی هست و اگر بخوایم بازش بکنیم میتونیم درباره هر کدومش، مثلا خشونت جنسی، من یک بار یه مطلبی رو گفتم که تجاوزهایی که تجاوز جنسی که شوهر به همسر میکنه در یک جمعی که نسبتاً هم آدم‌های آگاهی بودن. یکی از خانم‌ها با تعجب گفت یعنی چی؟ و این روشن نبود که شوهر میتونه به زنش تجاوز جنسی بکنه. اینا همه در زمره اون خشونت‌هایی است که هنوز ناشناخته است. در جایی که شما وقتی اجبار داری به انجام کاری، قانون تمکین هست. قانون تمکین که زن مجبور از شوهرش تمکین بکنه، این خشونته. اما چون که این رو به عنوان یک دستور دینی اومدن مطرح کردن، خیلی از زنها پذیرفتن که مجبورن این کار بکنن و این رو برداشتن دستور خدایی بهش دادن که زن مجبور بشه. این قدرت خدایی دادن به مرد خیلی مسئله هست که بخوایم راجبش صحبت بکنیم و متاسفانه وقت محدود هست. بله، بسیار ممنونم از این که نظرتون رو بیان فرمودید. مخصوصا در این 2 سال گذشته سلسله قتل‌های ناموسی داشتیم که در واقع بسیار تلخ و بسیار قابل تأمل هست. دوست دارم این سوال رو از خانم دکتر بابک شروع کنم مجدداً که بفرمایند میزان خشونت‌های خانگی و ارتباط اون با افسردگی در زنان به چه صورت هست و اینها میتونه در واقع آثار عمیقی رو به جا بذاره و راهکار چی هست؟ بفرمایید. این آثار افسردگی دقیقاً از کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس میاد که این زن در خانه پدری و مادریش شروع شد. نه در هر خانه پدری و مادری، ولی در بسیاری از بخش کشور ما از درون خانه شروع میشه. وقتی که مادر مظلوم قرار میگیره و پدر میشه مرد سالار، یا برعکسش هم اگر زن سالاری در این درون خانه باشه. مصیبت اینجا اینه که از کودکی اولا یک الگو میشه و دوما این تحقیر و این مقایسه کردن که چون تو دختری محکومی. و شما نگاه کنید و کودک 7 ساله روز مقنعه رو تو سرش میذارن و این کودک 7 ساله یه پسر و دختر در صف مدرسه باید وایسن تو سرما و گرما مرگ بر این مرگ بران بگن. یعنی خشونت داره نهادینه میشه، یعنی در عرض 43 سال دارم. از درون خانه دائما صحبت میشه که چون این پسر تو دختری، چون این پسر تو دختری، مواظب خواهرت باش، مواظب مادرت باش. این مسئولیت‌های کلی و مخصوصاً مسئولیت‌های ناموسی، کلمه ناموس بسیار خطرناکه. دیشب در یکی از اتاق‌های کلاب هاوس یک آخوند ایزدی که مثلا از اشخاص نرم و متمدنشون هست با وقاحت تمام برگشت از ناموس صحبت کرد که ما ایتیست ها، چون من همیشه خودم معرفی میکنم کافر ملحد ایتیست، خدا ناباور، و بسیاری بودن ایتیست ها در اون اتاق. ایتیست ها خشونتشون بیشتره و چون خدا ناباورند و در کنارش هم مسئله اینجا اینه که ایتیست ها چون ناموس نمیشناسن، اگه بر زنشون و بر خواهر و دخترشون هر اتفاقی بیفته به راحتی ازش میگذرن. یعنی شما نگاه کنید مغلطه و سفسطه وقیحانه رو تا این درجه از یه آخوند متمدنشون من دیشب شنیدم که واقعا خیلی خیلی عصبانی شدم و حسابی جوابشون رو دادم. وقتی ما این چنین در مخصوصا در عرض 43 سال در کشور خودمون، وقتی قانون شرعه شما نگاه کنید در اندونزی در ملأ عام زن یک زن دیگر رو 100 ضربه شلاق زده 1 ماه گذشته. شما نگاه کنید در همین اندونزی یک خانم نماینده پارلمان یا وزیر برگشته گفته زن باید کتک بخوره از شوهرش تا تمکین کنه. اینا فاجعه زنان مسلمانه، اینا فاجعه این شرعه که باید تابو شکنی کرد و در موردش صحبت کرد. همونطور که خانم مقدم رضوان عزیزمون گفتن نهادینه میشه. من از بچگی وقتی به من بگن چون تو دختری محکومی باید تمکین بکنی، طبیعتا این نهادینه میشه واسه من. وقتی هم که ازدواج میکنم زیر بار ظلم انواع تحقیرهای روانی و فیزیکی میرم و این اعتماد به نفس من حال از خانه پدری فرار کردم، از برادر فرار کردم، از عمو دایی فرار کردم. یادمون نره ولی یه دم یادمون نره پدر بزرگ، پدر و برادر حق خون تو رو دارن. میگه آبرو رو با خون میتونی پاک کنی. اینا فاجعه یه قرن 21 ماست. و بعدش هم میبینیم که متاسفانه وقتی که این نهادی نمیشه قرار میکنه که بلکه حالا عشق شوهر جدیدش، حالا اگر تازه خودش خواسته، بله رو خودش گفته باشه، اگر ازدواج اجباری باشه که دیگه فاجعه است. بعد اونجا دوباره داره کتک میخوره و وقتی کتک میخوره، وقتی میاد به خانواده میگه مادر نادان برمیگرده میگه این که چیزی نیست، همه زنا کتک میخورن، منم انقدر بابات زد، سر زندگیت باش. و دختر دیگه جایی نداره چون خانواده دیگه اهمیت نمیدن، جامعه و حکم شرع اهمیت بهش نمیده. اگر اعتراض بکنه انواع اقسام تهمت‌های زشت پیش میزنن که زیر سرت بلند شده بود، این هستی آن هستی، و محکوم میشه و میشه یک نسل بعدی رو خراب میکنه. غیر از اینکه اعتماد به نفسش و حرمت نفسش اومده پایین، غیر از اینکه خشم‌های درونیش و خشم‌های نهفته‌ش رو بر سر کودکش خالی میکنه. فراموش نکنیم کودکان شدیداً قربانی این قضیه هستن. وقتی زن و شوهر با هم دعواشون میشه، حیوان خانگی خانه و کودک خانه زیر مشت و لغت قرار میگیره، برای اینکه میخواد خشمش رو اینجوری به شوهرش، به خانواده شوهرش نشون بده، خشمش رو اینجوری به زنش و خانواده زنش نشون بده. و این کودک داره دوباره، یعنی نسل‌های بعدی همچنان باید آسیب بخورن و ضربه‌های بسیار جدی بخورن. 43 سال جامعه ایران، درون ایران ما با یک جامعه بیمار طرفیم. از همه جهان، اقتصادم که یک طرفه، فرهنگ و شرع یک طرف، خانواده یک طرف، سنت یک طرف و آبرو ناموس یک طرف و سیاست یک کشور. وقتی این فاجعه ها رو ما داریم، رومینا پدرش وقتی که مادر رومینای 2 ماهه تو بغلش بوده از پل رد می شدن، به مادر میگه بندازش پایین چون دختره. و بعد قبل از اینکه سر رومینا رو ببره، پدر میره از یه وکیل ناشرف سوال میکنه. چرا میگم ناشرف؟ الان توضیح میدم چرا میگم ناشرف. برای اینکه دو دنیای قبل پدرش رو در میارم. میپرسه ازش اگر من دخترم رو بکشم چند اعدام دارم یا چند سال؟ میگه نه، بین 2 تا 8 سال. این وکیل باید فوراً گزارش میداد. به همین دلیل میگم ناشرف. هر چند که گزارش ها هم اهمیت نداره، ولی به خاطر وجدان خودش باید این کارو میکرد. در کنارش میاد پدر و یک همچین بلایی رو سر دخترش میاره. فراموش نکنیم بسیاری از اینا وقتی که میرن تو زندان به پشتش میزنه میگه آقا خیلی مردی، خیلی آفرین آفرین. ما از یک همچین فقر فرهنگی، با یک همچین فقر فرهنگی طرفیم که مردم همدیگر رو تشویق میکنن. در کردستان نمیدونم مریوان یا سقز، دختر 2 سال بوده جدا شده از شوهرش، با عشقش فرار میکنه چون اجازه ازدواج نمیدن. پدر گولش میزنه، برش میگردونه، سرش رو میبره، سر نیزه میچرخونه. ما که این فیلمو ندیدیم، اگر رسیده بود رسانه‌ای میشد. وقتی میگم بسیاریش رسانه‌ای نمیشه اینه، اینا ایرنا نوشته. و بعدش وقتی که با سر نیزه سر دخترم میچرخونه، میگه هر روز که راه میرفتم چون دخترم فرار کرده بود، مردم به من نگاه میکردن، توف میکردن رو زمین، میگفتن بی غیرت. سرشو گذاشتم تو نیزه، رفتم بهشون گفتم حالا بازم به من میگین بی غیرت، بیا کشتمش. فاجعه عمیقه، فاجعه جدیه، یک دوباره سازی فرهنگی بسیار عمیق در بسیاری از بخش‌های کشورمون ما احتیاج داریم، به اضافه بیماری‌های سایکوپاتی و بیماری‌های روانی. پدر وقتی که میاد بساطشو میریزن به هم، اون تنها سرمایه‌شو، وقتی میره خونش بچهش گوش نشه، وقتی میره خونه زن ناراحته، غذا برای بچه نتونسته بپزه، کیف و کفش برای بچه نتونسته بخره، خشمگین میشه، میزنه زن و بچه‌شو و فراتر میکشه بچه‌شو. ما کودک خودکشی داریم در کشورمون. اینا فاجعه های بسیار جدیه که کودک آخه چطوری به فکرش برسه که خودکشی یعنی چی؟ از بس که در ملأ عام دیده آویزان کردن مردم رو، از بس خشونت رو داره میبینه در ملأ عام. سر یه 4 تا مو شما نگاه کنید چجوری زنای ما رو، دخترای ما رو میکشن تو خیابون. بچه ها دارن نگاه میکنن، مادر و دختر، کودک این فرزند داره نگاه میکنه. یعنی انقدر من نگران جامعه‌ام. همین دلیل ساعتها در کلاب هاست از کارم زدم و صحبت میکنیم در مورد این مسائل. مسئله جدیه واقعا. حالا بعد میگردیم به اون بخش دیگهش که چه باید کرد. انقدر به قول افغانستانی های عزیزم جگرخونم من در مورد این مسائل که ساعتها به قول رضوان عزیزم باید صحبت کردم. بله ممنونم خانم دکتر بابک، کاملا درست میفرمایید، بسیار تلخ و دردناک هست و با توجه به صحبتی که شما فرمودین جامعه به عنوان یک واکنش نگاه میکنه به عمل اون مرد، نه به عنوان یک کنش، و میگه تو چیکار کردی، تو زن چیکار کردی که عکس العمل پدر، برادر، همسرت این بوده و اون زن هم پذیرفته که خب مستحق به چنین رفتاری هست. و دوست دارم که الان نظر خانم مقدم رو هم بدونم، خوشحال میشین، بفرمایید. این که خانم دکتر فرمودن زن ناموس هیچ کس نیست، در این خصوص اگه شما هم توضیحاتی دارید خوشحال میشین بشنوید. بله، این که زن ناموس هیچ کس نیست، هیچ کس ناموس هیچ کس نیست، این شعاری است که کمپین توقف قتل‌های ناموسی که خود من افتخار دارم از این که بگم بنیانگذار این کمپین هستم و سخنگوی کمپین، 2 سال پیش وقتی که رومینا به دست پدرش و با داد سرش بریده شد، همونطور که میترای عزیز اشاره کردن، این کمپین رو شروع کردیم. البته حالا اینکه چرا این کمپین شروع شد برمیگرده به سابقه کار من در رابطه با خشونت علیه زنان که واقعا نزدیک به 40 سال در این حوزه تلاش میکنم و سعی کردم تا جایی که میتونم، تا جایی که توان من از هر نظری اجازه میده این مسئله رو بتونم در جامعه مطرح بکنم. و اینکه چرا ما گفتیم هیچ کس ناموس هیچ کس نیست، به خاطر اینکه جامعه LGBT هم که خیلی کمتر بهش توجه میشه، اونها هم به طرز وحشتناکی مورد تهدید هستند و همینطور که میبینیم همین پارسال گذشته بود که علیرضا رو پسر عموهاش زیر نخلا کشتن و برادرش سرش رو بریدن و کشتن. مسئله به اصطلاح سر نیزه کردن زنان، این هم متاسفانه یک سنت وحشیانه هست. در اهواز همون به اصطلاح بکنم سال 84-85 بود، اگه دقیقا سالش ممکنه این مرمور بشه، پدری سر دختر 6 سالش رو، سر زهرا رو روی نیزه کرد و در شهر چرخون. این مسئله‌ای که الان دیده شد در مورد قزل، این هم چندین بار اتفاق افتاده، یعنی بار اول نبود. منتها شانسی که قزل، حالا کلمه شانس رو که به کار میبرم یعنی اینکه منظور این که این مدیا باعث شد که مسئله کشتن قزل رسانه‌ای بشه و به هر حال پنهانی این کار انجام نشه. خیلی وقتا نیست، فیلم برداری نمیشه، اثری ازش نمیمونه، مثل همون مردی که پدری که سر دختر 6 سالش رو چرخوند. ما ویدیویی ازش نداریم اما این اتفاق افتاد و میدونید چقدر به این پدر حکم داده شد؟ 4 سال. اون هم نه به دلیل کشتن دخترش بلکه به دلیل ایجاد رعب و وحشت. همینطوری که به درستی میترای عزیز اشاره کردن، اون چه که رفتار حکومت هست، شلاق زدن در ملأ عام، اعدام کردن، کشیدن زنان روی زمین به خاطر حجابشون، چه صحنه‌های دلخراشی ما می‌بینیم، چه خشونت وحشتناکی که اصلا واقعا باور نکردنی یک چنین رفتاری. در جنگل شما وقتی حیوانی برای رفع گرسنگیش حیوان دیگری رو می‌داره، اینقدر خشونت در رفتارش نیست. طبیعیه، به هر حال حیوانات هم میخوان غذا بخورن، اما شما میبینید واقعا اون مأمور انتظامی، اون نمیدونم زن پاسداری که اونقدر وحشیانه یک زن دیگر رو میکشه، شما فکر میکنید یعنی چطور ممکنه در قرن 21 یک همچین رفتاری یک انسانی با یک انسان دیگر بکنه؟ چون اسلحه داره، چون قدرت داره. و این قدرت رو از کجا آورده؟ چه کسی این حق رو بهش داده که به خاطر پوشش، به خاطر اینکه دختری نخواسته؟ ببینید یعنی این که دارم میگم، شما در جهان که نگاه کنید، مثلا در کشورهای اروپایی وقتی که میاین، اصلا در کشورهای آسیایی، بابا اصلا در عربستان سعودی، در چی میدونم عمان برو، زنی که بی حجاب باشه خب میتونه بی حجاب باشه و بره. عربستانی با اون همه سنت‌های عقب افتاده قرون وسطاییش هنوز این رفتاری که در جمهوری اسلامی میشه که اینجور زن رو بکشن، اینجور سرکوب بکنن، من نمیدونم تا کی میخوام این رفتار وحشیانه رو ادامه بدن. ببینید وقتی که دختر و پسری در خانه چشمشو که باز میکنه تشخیص میده، از همون خب به تدریج به اصطلاح بچه رشد میکنه، ولی وقتی میبینه مادرش و پدرش دارن از هم بیرون میرن، مادر یه لچک میندازه رو سرش، من عمدن میگم لچک، این لچکه، لچک میندازه سرش، ولی پدرش دستشو تو جیبش میکنه، گردن برافراشته، سینه جلو داده شده میره. شما به اون الان شما جلوی من هستید، تصور کنید چه حسی بهتون دست میده؟ حس تحقیر و کوچک بودن مادر و برافراشته بودن پدر. و اینه که چه دختر و چه پسری که در اون خانواده بزرگ میشن، شکلگیری روانی اینها، شکلگیری فکری اینها چه خواهد بود؟ اون پسر زن رو موجودی تحقیر شده میبینه و زن هم خودش رو موجودی تحقیر شده میبینه. اینه که ما الان میبینیم، یعنی برآمد همه این رفتار هاست، خروجی این رفتار هاست، اون چه که ما در جامعه امروز میبینیم. و سالها اگر همین فردای این صحبتی که ما الان اینجا میکنیم، فردای امروز این جمهوری اسلامی بره، آثار این رفتار حداقل 50 سال در اون جامعه خواهد بود. چون 2 نسل باید عوض بشه، 3 نسل باید عوض بشه تا این آثار از بین بره. اینه که شما ببینید، البته این صحبت من یه وقتی حمله بر این نشه که من فکر میکنم که با رفتن این سیستم حل نمیشه، نه، هر چی یک ساعت هم زودتر به نفع مردمه، یک حتی موندن اینها 1 ساعت بیشتر هم به ضرر مردم هست. از هر چی زودتر شروع بشه واقعا میتونه در سرنوشت این جامعه تأثیر داشته باشه. و این مسئله، این نکته رو میخوام اشاره بکنم که مسئله تشویق مردم، این که میگن که تو غیرت داری نداری، همون پدری که سر بچهش رو روی نیزه کرد، همون شوهر قزل، اینها خودشون کسانی هستند که اگر همین رفتار رو در مورد فرد دیگری ببینن هم همون رو میگن و میگه تو بی غیرتی. اینه که کلمه ناموس که همیشه من در گیومه استفاده میکنم، چون بعضیا این انتقاد رو به ما میکنن که مثلا چرا شما میگید قتلای ناموسی و این باعث میشه که یعنی شما انگار ناموس رو قبول دارید. نه، ما ناموس رو قبول نداریم، اما این واقعیت تلخیست که در این جامعه هست، مثل خشونت که ما میگیم منع خشونت، نمیتونیم چیز دیگه‌ای بگیم، یک چیزی خشونت وجود داره دیگه، ما باید اسمش رو ببریم که راجبش حرف بزنیم، که بگیم این چی هست. به همین دلیل هست که ما کلمه توقف قتل‌های ناموسی رو میگیم. و این که بعضی به ما میگن چرا واژه زن‌کشی رو استفاده نمی‌کنید، هم دلیلش این هست که اگر ما این کار بکنیم، مردانی که به دلیل ناموس کشته میشن نادیده گرفتیم. من میخوام اینجا بگم که اتفاقا یک تحقیق رو انجام دادم و در این تحقیق که روی 1220 قتل ناموسی هست، تعدادی از اینها مرد و تعدادی هم متعلق به گروه LGBT هستن. به همین دلیل قتل ناموسی و خشونت فقط گرچند که اکثریت زن هستند اما در مورد مردان هم اعمال میشه. مثلا مردی احساس میکنه که برادرش با یک آقای دوسته، میره جفتشونو میکشه. طبق ماده 630 قانون مجازات اسلامی، من در ابتدای صحبتم گفتم که خشونت دولتی رو نباید نادیده گرفت، خشونت ناشی از قوانین رو نباید نادیده گرفت. ماده 630 قانون مجازات اسلامی چی میگه؟ میگه اگر شما زنتون رو دیدید با مردی که بتون مطمئن شده که تمکین کرده، میتونه جفتشون رو بکشید. خب هر مردی میتونه بگه من مطمئن بودم که تمکین کرده. شما چه ابزاری دارید، چه مکانیزمی دارید که نشون بدید که ایشون یقین داشته یا نداشته؟ و ما میبینیم که در قتل ناموسی مردانی که زنانشون رو میکشن یا پدرانی که دخترانشون رو میکشن، بالاترین حکمی که تا الان داده شده به پدر رومینا بوده که 9 ساله. متاسفانه بسیار ممنونم خانم دکتر مقدم از صحبتی بسیار دردناک میتونم بگم، ولی جامع و کاملتون. حافظ یه بیت شعر هست که میگه، یه بخشش میگه سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. اشاره کردیم به سرهای بریده شده دختران که توسط همسر یا پدر یا برادر یا فامیل درجه یکشون در واقع بریده شده و همیشه ما شاهد این ماجراها بودیم، مخصوصا در سالهای اخیر و با پاندمی کرونا هم باز این تشدید پیدا کرده. بسیار ممنونم. سوال بعدی رو با خانم دکتر میترا بابک شروع می‌کنیم. بفرمایید که آموزش مهارت و مداخله آموزشی بر افزایش آگاهی زنان چقدر میتونه تاثیر داشته باشه و آیا ما در ایران این بستر رو فراهم داریم یا خیر؟ فقط من یه پرانتز بذارم در صحبت خانم مقدم عزیزم. در قطر یک خانم مکزیکی بهش تجاوز شده، به این خانم تجاوز شده، ولی این خانم به 7 سال یا 6 سال 7 سال زندان و شلاق محکوم شد. و دنیای غرب داره تلاش میکنه برای اینکه نقض حقوق بشر و نقض حقوق زن در جوامع اسلامی بسیار زیاده. سعودی هم داره تلاش میکنه، حتی میخوان لا اله الا الله محمد رسول الله رو از پرچمشون وردارن، برای اینکه خودشون متوجه شدن که باید تغییراتی بدن، هرچند که اسلام حق تغییرم ریفورم هم نمیده انیوه. ولی مسئله اینجا قانون کشوره، همونطور که گفت عزیزم، قانون و یک نظام فاسد و یک نظام سنتی و عرفی و شرعی یک جامعه رو به عقب برمیگردونه، یک جامعه رو به افراد و تفرید تبدیل میکنه. ولی اگر که اینا هر چه زودتر، امیدوارم که با اتحاد ما هر چه زودتر برن، یک نظام دلسوز متخصص میتونه خیلی سریعتر حتی از 50 سال یک جامعه رو تغییر بده، فرهنگ یک جامعه رو تغییر بده، چون نظام آموزش و پرورش باید تغییر پیدا کنه. تمام بخش‌های محروم کشور باید تحت حمایت قرار بگیرن، چه از نظر اقتصادی چه از نظر آموزشی. زنان بعد حقوق زنان و آموزش هایی که به زنان داده میشه، رادیو تلویزیون دست به دست هم میده، میدیای آزاد، تمام اینا دست به دست هم وقتی میده. شما کشورهای اسکاندیناوی رو نگاه کنید، چقدر سریعتر الان جلوتر از بریتانیا که من زندگی میکنم هستن. اینا 800-900 سال دموکراسی دارن، خدمت دموکراسی داره بریتانیا، ولی اونا الان جلوترن، خیلی جلوترن. اینه که میشه فقط امیدوارم که اتحاد و همبستگی بیشتر بشه. در مورد سوال شما، آموزش خیلی مهمه. آموزش خیلی از اساسی ترین کارهاست که الان سیانت تصویب شد، سیانت مجازی رو امروز اینا تصویب کردن. چون من یادمه که با همین کانون حقوق بشر با شماها یک صحبتی در گذشته میکردیم که چجوری حتی با یه تبلت هفتگی در بلوچستان، در کردستان، در خوزستان، در بخش این کشورها، در روستاها، حتی اگر یه نفر یه تبلت هم داره، من حاضرم که هفتگی برنامه بذاریم آموزش بده. ولی یعنی میشه ولی سختم هست. اما دست ما کوتاهه، دست ماهایی که این وریا، کسانی که در داخل ایران هستن دستشون، یعنی دستشون رو کوتاه میکنه نظام، چون نظام نمیخواد زن به آگاهیش برسه، نظام نمیخواد مرد به آگاهیش برسه، نظام نمیخواد، چون جمهوری اسلامی و کل اسلام نه دموکراسی میشناسه نه سکولاریسم، نداره تو دینش. و وقتی که یک مرد آگاه بشه از اینه که ناموس اصلا یکی از زشترین و خطرناکترین کلمه‌ایه که به مغزش فرو رفته و دست به جنایت میزنه از عزیزترین کسش به خاطر شرعش، یعنی وجدان شخصی، اخلاق و انسانیت رو باید زیر پا بذاره به خاطر سنت پیغمبرش، به خاطر کلام اللهش. اینو وقتی مرد متوجه بشه که چه جنایتی بر سرش وارد شده 1400 سال، 2000 سال، مسیحیت هم همین بود. یهودیت رو شما به ارتدوکسای یهودی رو شما نگاه کنید، زنای ارتدوکس یهودی بیچارن، منتها خوشبختانه قدرت سیاسی تو دستش ارتدوکسای یهودی نیست. خیلی خیلی وحشتناک مرتجعن مرد یهودی ارتدوکس. اینجاست که اونا حالا یه بخششی که قدرت ندارن، ولی قدرت اسلام زیاده. شما نگاه کنید طالبان چه بلایی سر مردم داره میاره. خانواده دماغ دخترش رو و گوش دخترش رو میبره، خانواده میکنه. الان طالبان میره تو خونه ها، دختر 10-12 ساله رو به زور از خانواده، چون من با عزیزان افغانستانی سالها که تو تلویزیونشون برنامه داشتم باهاشون همکاری میکنم، کلاب هاست دائما داریم تلاش میکنیم. بایدن ناشرف، حکومت بایدن ببین چه بلای سر مردم افغانستان آورد. حکومت جمهوری اسلامی در دست اونا. اینجاست که ما با یک نظام های عقیدتی، شرعی و سنتی طرفیم و کار و اجازه نمیدن، چون اجازه آگاهی دادن نمیدن. اینه که کسانی هم که دارن تلاش میکنن باید، یعنی واقعا باید نگاه کنیم ببینیم از چه راهی میشه، چون دقیقاً بعد از مناپ حداقل 2 تای دیگه تو همون خوزستان اتفاق افتاد. یعنی فاجعه است، فاجعه ای که دنیا رو به لرزه در آورد، شرم گذاشت بر سر ما ایرانی ها، خجالت بیشتری بکشیم که ایرانی هستیم، که سر میبرن تو خیابون را میافتن با سر زنشون. اینا فاجعه است برای کشور ما، برای این تمدنی که انقدر پوزش هم میدیم. و بعد ما بخوایم، یعنی یکی از اساسی ترین کار آموزش دادنه، وجدان دادن به مرداست، به زنانه، آموزش این که حق تو چیست. ولی این چگونه؟ من میگم دیشب توی کلاب هاست با یک همچین فاجعه‌ای که پیش اومده، آقا اومده میگه ناموس ناموس، ما ناموس نداریم، اونا ناموس دارن ما ناموس نداریم. که وقتی حوار زدم دوباره امروز پیام برای من فرستاده که ببخشید. تو همون دیشب برگشتم گفتم دقت کنید آقای ایزدی از متمدنین آخوند هستن، بسیار مهربان و آرام صحبت میکنن و محترمانه. ببینید ریشش چی بود که خفه شدن صداشون در نیامد. فاجعه عمیقه و باید یکی از اساسی ترین کار اینه که ما تلاش بکنیم اتحاد ملت، مردم رو. ببین الان سر فدرالیسم الان شلوغ شده. من میگم توی که داری برای فدرالیسم هلاک میکنی خودتو، بهتره که الان توی که خارج نشستی مردم کردستان، مردم کردستان آگاه کن. توی بلوچی که خارج نشستی مردم بلوچ آگاه کن. توی ترک مردم آذربایجان رو آگاه کن، مردم اردبیل رو آگاه کن که اینقدر قتلای ناموسی هست. اینا حرکت‌های اخلاقی، انسانی و ریشه‌ایه تا اینکه ما به جون همدیگه بیفتیم. این فاجعه رو اگر جا بیفته برای تک تک ما، که به جای اینکه بخوایم با تعصب نژادی صحبت کنیم و ملیتی صحبت کنیم، حواسمون به ملت خودمون باشه، حواست به همون کردت و بلوچت و فارست و ترکت باشه. هر کدوممون از همین طریق خانوادگی و همین سادگی، این همه گروه خانوادگی است. رقصتون رو بفرستین، جوکتون رو بفرستین، اما مسئله خیلی جدی‌تر، این کلیپ ها رو بفرستید براشون، اینا رو پست کنید تو بخش خانوادگی، تو تلگرام، تو واتساپ، هر جایی که هست. آگاه کنیم، هر تک تک ما وظیفه داریم، تک تک ما مسئول رومیناها و مناها هستیم، تک تک ما. این اخلاق و این وظیفه رو اگر احساس بکنیم، درونیش بکنیم، من مرد و من زن مسئول منا هستم. من مرد فراتر مسئول منا هستم، چون یک مرد این بلا رو سر یک زن آورده. اینو اگر ما بتونیم نهادینه بکنیم، شعار ندیم، نهادینه بکنیم وظیفه اخلاقی، انسانی، وجدانی منه، به خانوادم کمک کنم، خانوادم رو آگاه کنم، چون دستمون بالاتر، دستمون کوتاهه، قدرت تو دست اوناست. ولی به همین سادگی ما میتونیم خیلی 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 آموزش بدیم و آگاهی رسانی کنیم. بله، ممنونم خانم بابک. پروی صحبت شما میتونم این رو اضافه کنم، همونطوری که فرمودین همه ما باید آگاهی رسانی کنیم، در واقع رسالتی که ما در کانون دفاع از حقوق بشر داریم و من شخصا به همراه همکارانم به عنوان یک زن، به عنوان یک ایرانی و به عنوان فعال حقوق بشر صدای مردم هستیم، صدای هر جایی که بتونیم در توان داشته باشیم و دغدغه همیشگی ما هست و با کمک اساتیدی مثل شما بتونیم در واقع برنامه‌هایی رو درست کنیم که در این راستا بتونیم آگاهی رسانی کنیم. منتها سوال من بیشتر در حوزه آموزش و پرورش و نظام آموزشی کشور بود. خواهش میکنم و دوست دارم که الان نظر خانم دکتر مقدم رو بدونم، باز هم در همون خصوص. آیا دانش آموختگان ما چگونگی ارتباط اجتماعی و آموزشی رو در نظام آموزش یاد میگیرن یا خیر؟ بسیار سوال اساسی و منتظر بودم که این سوال مطرح بشه. همونطور که دکتر میترای عزیزم اشاره کرد، آموزش پایه و اساس است. تمام این صحبتایی که کردیم، من در ابتدا گفتم وقتی که طفل کودک میبینه که مادر و پدرش با دو تا ظاهر متفاوت میان، اینها آموزش های مستقیم داریم و آموزش های غیر مستقیم، که گاهن آموزش های غیر مستقیم تأثیرشون حتی از آموزش های مستقیم هم بیشتره. اما در کتاب های درسی و رسانه های فعلی در ایران مملو از کلیشه های جنسیتیه و مملو از گفتاری است که این گفتار خوشایندآمیز، یعنی باید واقعا این کتاب های درسی تحلیل محتوا بشن، تحلیل تصاویر بشن. وقتی شما میبینید که در کتاب دردن فرودستی زنان، دختران در کتاب‌های درسی هم مشهود هست. فیلم‌هایی که ساخته میشه، آموزشی که داده میشه، متاسفانه همین مسئله فرودستی زنان هست در جامعه و باید کتاب‌های درسی تغییر بکنه. اتفاقاً در به اصطلاح ما بیانیه‌ای که نوشتیم در کمپین توقف قتل‌های ناموسی و در پتیشنی که حالا خدمت عزیزان هست و واقعا این رو به یک حرکت تبدیل بشه، این پتیشن یک مسئلهشون. بعضی از ما سوال میکنن که چرا شما مثلا، خب این پتیشن روی صحبتش در وهله اول با گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان در ایران هست، ما چند تا خواسته رو مطرح کردیم در پتیشن. یکیش مسئله پیوستن به کنوانسیونه، یکی تغییر قوانین هست و یکی هم مسئله آموزش، کتاب رفع کلیشه های جنسیتی هست و اینها در حقیقت وظایف گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان هست. هر گزارشگری که با به اصطلاح دلیگیتورها، با اون افراد حکومتی، با مستقیم با خود حکومت ها مطرح بکنن، چون ما کسایی که اونجا هستند در ایران و تمام قدرت دستشون هست که گوش شنوایی ندارن، شاید حداقل از طریق دیگری بتونن تفهیمشون بکنن. و یک خواسته دیگر، نامگذاری روزی به نام روز توقف قتل‌های ناموسی هست، چون در این روز میشه آموزش داد. یعنی مثلا فرض کن وقتی ما میگیم روز جهانی زن یا روز جهانی مثلا کودک یا هر روزی، اینها فرصت هاییست تا این مسئله رو بیارید و مطرح بکنید تا زمانی که دیگه وجود نداشته باشه. مثلا همین ناقص سازی جنسی زنان، و تأثیر داره که در اون روزها راجبش صحبت بشه، آموزش داده بشه. مسئله آموزش حرف اول و آخر رو میزنه، چون وقتی جامعه آموزش دیده باشه دیگه نمیپذیره که قوانین 1400 سال پیش که برای بادیه نشینان عربستان گفته شده حالا بیاد برای زن مدرنی که 10 تا تخصص داره بیان بهش بگن تو اینجوری رفتار بکن. واقعا نهایت ستم، نهایت تحقیر، نهایت خشونت. اصلا میگم واژه من پیدا نمی‌کنم که توصیف کنم این حجم از خشونت رو، که شما ببینید فیلم، طرف میاد کارگردان سینما خونده، فیلمی میسازه که توش خشونت میباره. اون آدم پس معلومه در جایی که درس خونده مواد آموزشی که باید میگرفت که بهش حالا مثلا کارگردانی سینما دادن یا هر چی دادن، اون مواد آموزشی درستی رو نگرفته که الان نمیتونه پس بده. ضعف زیاد هست از کودکستان تا الی آخر. شما نگاه کنید اصلا وصیت‌نامه امام، وصیت‌نامه خمینی که سرشار از خشونته، کلمه به کلمش خشونته. میگه قلم نویسندگان رو بشکنید. قلم نویسندگان، باور کنید، نمیدونم خوندید یا نخوندید، واحد درسی تو دانشگاه بالاجبار دانشجوی عزیز باید بره وقت و عمر نازنینش رو بذاره وصیت‌نامه شخصی رو بخونه که خشونته. اینها آموزش نیست. به جای اون باید بره مطالبی رو یاد بگیره که به درد زندگیش بخوره. من اجازه دارم یه چیزی اضافه کنم؟ بله بفرمایید خانم مقدم عزیزم. مسئله اینجا اینه که در مورد خمینی شما صحبت کردید و مردم ایران آگاه نبودن. نه نقد سیاسی در گذشته اجازه بود و نه نقد دینی و نه نقد سیاسی. اگر مردم ایران میدونستن که خمینی در رساله‌اش تفخیض گفته، یعنی با کودک شیرخواره شما میتونید خودتو ارضا بکنی، آیا مردم ایران عکس خمینی رو در ما میدیدن؟ هرگز. ما نقد دینی و نقد سیاسی نداشتیم. ما درسته که همه اینایی که شما گفتید درسته، ولی جمهوری اسلامی اصلا اهمیت نمیده به قانون بین‌المللی. سعودیه حالا به نوعی دیگه با روش‌های دیگه داره تلاش میکنه. قطر رو گفتم هم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. واسه یه مکزیکی که رفته اونجا کار کنه، 2-3 تا هم بچه داره، بهش تجاوز کردن، بعد ایشون محکوم شده چون زنه. مسئله اینجا اینه که ببین روز حجاب، خانم اسمشون یادم رفت، روز حجاب درست کرد در آمریکا، ما دقیقاً برعکسش، نه به حجاب، یاد شما هستین دیگه میدونید، نه به حجاب کردیم. یعنی چی روز حجاب زن؟ افتخار میکنید روز یاروسری یا توسری؟ ولی اینا دقیقاً تازه یک نهالی کاشته شده. آیا دنیای غرب اینو میپذیره؟ شما نگاه کنید با افغانستان چه اتفاقی افتاد، صداشون در نیامده. دنیای دموکراسی، این فاجعه بر سر افغانستان اومد. مسئله ریشه اینه که جمهوری اسلامی باید بره. تا جمهوری اسلامی نره ما نمیتونیم به اندازه کافی کاری انجام بدیم، برای اینکه قانونش در تمام ماده‌هاش نقض حقوق زن و کودک و بچه. به زور ما کردن کودک همسایه کردن 13 ساله، 9 ساله بود در ایران و الان در سال 1400 ما بالای 10,000 تا ثبت شده یک کودک 10 ساله تا 14 ساله ازدواج داریم. در اینستاگرام من شما برید نگاه کنید، یک پیرمرد، یک روز من پست کردم، یک پیرمرد یه دختر بچه 12-13 ساله رو گرفته عروسیشه. شما نگاه کنید این بچه چجور چندشش میشه. آرایش کامل زنانه کردن، بغل یک پیرمرد نشوندن، هم هی میخواد بغلش کنه، بوسش کنه، از پشت دوربین هم هی براشون دست میزنن. این فاجعه رو تو سر کجای سرمون بزنیم آخه؟ اینی که با این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، دقیقا شما درست میگین، اما در برابر چه رژیمی؟ این رژیم جمهوری اسلامی به حرف سیانت مجازی رو تصویب کردن. امروز اینستاگرام میخوام بردارن، همه دنیای اینترنت چقدر به اقتصاد همون ملت بدبخت، نه آقازاده ها نه مافیایی خودشون، بلکه به اون مردم بدبخت چه لطمه‌ای میخوره. الان براشون هیچی اهمیت نداره، برای اینکه میدونن کاخاشون تمام پایه هاشون لرزانه، دست به هر کار خشونت بیشتری دارن میزنن. یه بخشه. بخش دیگهش اینه که باورش اینه که بزن نباید رو داد، باورش اینه، باور فقهی و دینیش اینه، قانونش اینو داره میگه، قانونش قانون شرعه، هر چی ما حوار بزنیم اون فقط به ریش ما میخنده. اما معنیش این نیست که ما حوار نزنیم، ما باید فراتر حوار بزنیم. اما اصل ریشه رو من میخوام، چون واقع بینانه من همیشه به قضایا نگاه میکنم که چی کار کنیم. با ببین تمام تلاششون اینه که تفرقه بندازن، بین احزاب تفرقه بندازن، بین زن و مرد تفرقه، دائما تفرقه، با تفرقه دارن حکومت میکنن، با رعب و وحشت. اصلا یکی از شعارهای اسلامه الثور بالرعب، یعنی تو اگه میخوای پیروز بشی باید وحشت بندازی. خب اینا با وحشت 43 ساله دارن حکومت میکنن، این همه دزدی کردن، این همه جنایت کردن. آقازاده هاشون بیاین ببینید تو لندن و آمریکا، کانادا، ببینید چی کار دارن. یکی از این آقازاده هاشون یه دختر 23 ساله بود، اومد بود پیش من میگفت پدر من ماهی 8,000 پوند برای من پول میریزه، 8,000 پوند. بعد ما شما نگاه کنید ببینید مردم تو گور میخوابن، مردم تو بدبختی و بیچارگی، بعد زن و بچه‌شو بکشه به خاطر اینکه توانایی دیگه انقدر افسردگی تمام وجودشو گرفته که بیزار از زنده بودن و نمیخواد بچه‌هاش هم عذاب بکشن. یعنی فاجعه خیلی جدیه. ما باید مثل شماهایی که تمرینش کنیم، حوارمون رو بین‌المللی بیشتر بکنیم. اما چقدر دنیای بین‌المللی هم به فریادهای ما اهمیت میده به خاطر مسائل مماشات خودشون. ولی اگر کشور ایران، مردم، احزاب جدی بگیرن، در کنار هم دیگه قرار بگیرن، دنیای غرب جمهوری اسلامی رو میذاره کنار، به مردم نگاه میکنه. و همون اندازه هم که به خمینی، وقتی مردم رو تو خیابون دید مرگ برشا مرگ برشا، شاه کیه؟ الان مردم الان خمینی رو میخوان، الان مردم ایران نه اسلام رو میخوان و نه نظام جمهوری اسلامی رو میخوان. بخش بسیار کوچیکش هستش که از خودشونم طبیعتاً میترسن از فردا. تازه شعار ما، حرف ما، قانون ما قانون حقوق بشره، میگیم نه به اعدام، نه به شکنجه. عین حکومت، عین دادگاه نوری بعد تازه وکیلم داشته باشن. ما که مثل خودشون نیستیم. اما اینا باور نمیکنن، اینا خود همه رو فرافکنی هم میکنن، چون خودشون این چنین هستن. و همین دلیل واقعاً حقیقتاً ما باید تلاش بکنیم که این حرکت های الان شما معلم ها رو نگاه کنید، میزنن معلم مملکت رو میزنن. بله. معلم مملکت ما رو جونم ببخشید. خواهش میکنم. بله متاسفانه ما شاید تمام این صحنه ها هستیم و جان لئون در این خصوص یه جمله میگه، اینکه در جهانی زندگی میکنیم که باید پنهانی عشق بازی کرد، در حالی که خشونت را در روز روشن تمرین میکنند. و اینجاست که واقعا خیلی تلخ و دردناک هست. خانم بابک اشاره کردیم به قوانین و لطفاً بفرمایید قوانین جمهوری اسلامی چقدر میتونه بازدارنده باشه؟ و اصلاً بازدارنده، برعکس قانون جمهوری اسلامی مشوقه. شما وقتی بین دو قتل ناموسی بین 2 سال تا 8 سال شما محکوم میشید. حالا این وسط بعد از 2 سال شما آزاد میشی. اگر رفتار تو زندان خوب باشه شما آزاد میشی. دیه مصیبت اینجا، پدر دخترشو کشته، بچه ها رفتن اعتراض کردن، شکایت کردن، بعدا بچه ها از شکایت رو برداشتن. دیه هم احتیاج نداره دیگه، چون دختر خودشو بوده کشته. سر مسئله دیه و اینه که چگونه خانواده ها با هم دیگه بچه های LGBT رو میدونید چقدر اذیت و آزار میرسونن، خانواده ها خودشون. ایناست که قانون جمهوری اسلامی یکی از بالاترین نقض حقوق کودک و انسان و بشر و حیوان و محیط زیسته. اینجاست که من میگم واقع بینانه نگاه کنیم به قضیه که صورت مسئله چیه. صورت مسئله برای من، با احزابم صحبت میکنم تو کلاب هاوس و توی مجامع مختلف، حوار میزنم، خجالت بکشید بعد 43 سال. اتحاد کنید. اینا اومدن بر کلمه براندازی رو مسخرهش کردن تو جمهوری اسلامی. اتاق فکر جمهوری اسلامیه. از اون طرف میان سعی میکنن تفرقه بندازن. با کلمه اتحاد چرا بازی میکنیم؟ ما نمیتونیم اتحاد بکنیم. صورت مثلا اگه دلسوز ملت ایران هستید، من به هیچ حزب و گروه و دولت و هیچ چیز و هرگز وابسته نبودم، شما میدونید. ولی عصبانیم از اینی که بازی چرا میافتید تو بازی جمهوری اسلامی؟ اگر صورت مسئلهتون یکیست که جمهوری اسلامی باید برود و یک حکومت دموکراتیک سکولار باید جاش برود، پس با هم متحد بشید که مردم داخل ایران گرمتر بشن، دلشون گرم بشه، تا قدرت بیشتر بشه، اعتماد به نفسشون بره بالا. اتاق فکر جمهوری اسلامی رو هرگز نباید کم ببینیم، ولی با اسمارتی خودشون و با اسمارتی خودمون باید این صورت مسئله رو جدی‌تر بگیرن و دست از خودشیفتگی، منیت، حسادت بردارن. مردم ایران دیگه چیزی ندارن که از دست بدن. چی دیگه مونده دیگه؟ چیزی از ایران نمونده. روسیه و چین برده و اینا با وقاحت تازه دارن فکر میکنن که جای خامنه‌ای شاید بتونن حسن نصرالله رو بیارن. زینبشون رفته اونجا فاحشه‌خونه شرعی باز کرده. دیگه به این شفافی داره خودشون رو دارن لا میدن. بین خودشون جنگ افتاده و احزاب باید خیلی جدی تر بگیرن. این حرکت ها احزاب باید کمک بکنن برای این حرکت ها. آگاهی رسانی در کنار. ببین، هرگز آزادی به دور از آگاهی، هرگز. تابو شکنی باید کرد. تمام آیه های قرآنمون تو اتاقای کلاب هاست باز میکنیم. ترس دیگه نیست. ما نمیدونستیم چه خبره. الان داریم آگاه میشیم. این آگاهی رو باید وسعت داد. اینی که سیاسی وارد سیاست نشیم، این بزرگترین خیانت به خرد شخصی و خرد حزبیه. مگه میشه آدم وارد سیاست نشه؟ نفس کشیدن من و شما به سیاست ربط داره، به سیاست اون کشور ربط داره. اینا آگاهیه که ملت ما آگاه نبودن. حرف میزدیم مگه سیاسی است؟ حرف میزدیم بود به تو چه؟ فضولی کردی برای کار خدا، هرچی خدا گفته. الان دارم متوجه میشن. شما بیاین تو کلاب هاست ببینید قوقا داره میشه. من اسم کلاب هاست روز اول که وارد شدم اسمش رو گذاشتم امام زمان من. غور کرده. تریبون تو دستمونه. این تریبون کجا هستی؟ کانون یکی دو بار اومد، من از همه به راحتی با شفا انتقاد میکنم، بعد غیب شد. برای که اتاق فکر جمهوری اسلامی تلاش کرد ردشون کنه و سیاسی‌ها اکثرا رد شد. برای چی میرین؟ صبر کنید. اتحاد رو در این کلاب هاست، در این تریبون نشون بدید. این تریبون دست هیچ دولتی نیست، دست هیچ بشری نیست. یک اپه. از این اپ باید استفاده کرد. مردم افغانستان رو ببینید به چه بلایی سرشون اومد. بله، بسیار ممنونم خانم بابک. صحبت های خانم مقدم در خصوص عزیزم بشنویم که شما هم نظرتون مثل خانم دکتر بابک هست. قوانین جمهوری اسلامی تشویق کننده هست در این خصوص، برای خشونت مخصوصا علیه زنان که موضوع امروز ما هست. ببینید در این رابطه من اگر اشتباه نکنم فکر کنم یه مقاله سال 2010 نوشتم که در رابطه با قوانین خشونت آمیز. به نظر من ما چند تا ماده قانونی اصلا به طور مشخص داریم که اینها نه تنها بازدارنده نیست، قانون در نفس خودش باید بازدارنده از جرم و جنایت باشه. یعنی اگر در تعریف قانون برای این گذاشته میشه که پیشگیری بکنه. مثلا شما میگید که قانون میذاریم که مردم کمربند ببندن موقعی که رانندگی میکنن. چرا؟ به خاطری که اگر تصادفی شد تلفات به اصطلاح میزانش پایین بیاد یا آسیب کمتری وارد بشه. قانون میذارید که سر چراغ قرمز کسی رد نشه، جلوگیری بکنید از جرم. در حالی که در قوانین ماده 301، 302 و ماده 603 قانون مجازات اسلامی، اینها قوانینی هستند. خود ماده حجاب، ماده قانونی حجاب، مواد قانونی بسیاری داریم که اینها خودشون جرم آفرین هستن، یعنی باعث میشه که یه نمونه خیلی بارزش که میترا جان در صحبتاش اشاره کرد، مسئله پدر رومینا، رفت با وکیل صحبت کرد که خب اگر مثلا من بکشم چی میشه؟ گفت اینقدر میشه و بعد اومد دست به جنایت زد. پس بنابراین این مسئله تشویق میکنه، یعنی اگر این ماده قانونی نبود، اگر به جای اون ماده‌ای بود که بهش میگفت که به حبس ابد محکوم میشه، چه بسا این کارو نمیکرد. پس بنابراین قوانین در نفسش باید بازدارنده باشه، اما قوانین جمهوری اسلامی نه تنها بازدارنده نیست، اتفاقا این مطلب حتی در بیانیه کمپین هم اومده. یعنی در بیانیه کمپین ما به این نکته به درستی اشاره کردیم که قوانین جمهوری اسلامی نه تنها بازدارنده نیست، بلکه در پاره از موارد مشوق هم هست که متاسفانه اینا مطالبی هستش که دامن میزنه به خشونت و به شدیدترین شکلش که دیگه فاجعه‌بارترین شکلش که دیگه قتل ناموسی هست. بله، بسیار ممنونم از صحبت‌های کامل و جامع‌تون. یه نکته من خواستم قبل از سال بعدیتون اشاره بکنم، استفاده از مکانیزم‌های بین‌المللی هست. رفتار حکومت‌ها، چون نکاتی رو میتونه عزیز در صحبتشون اشاره کرد، به درستی اشاره کردن در مورد افغانستان، در مورد سکوت جامعه متاسفانه بین‌الملل در به اصطلاح فجایعی که به بار میاد و حتی همراهی. ببینید مثلا فرض کنیم طالبان تروریست میرن نروژ و زن دیپلمات نروژی، خیلی تأسف باره، اونجا با اینها وارد مذاکره میشن یا به احترام اینها روسری سر میکنن. یا مثلا فرض کنیم همین مسئله روز حجاب که خشونت آشکار علیه زنان هست، همراهی میکنن و این رو تحت عنوان متاسفانه نسبیت فرهنگی که به نظر من هم بدفهمی شده و هم این که ابزاری شده برای توجیه خشونت، که من مطلب زیاد نوشتم و اخیراً هم یک مطلبی دارم روی سایت دانشگاه میامی هست، متاسفانه به زبان انگلیسی هست، ولی من حالا یک مقاله جامعه شناسی هست و من جامعه شناسی غرب رو نقد کردم که خیلی خوشبختانه مورد توجه جامعه شناسان غربی قرار گرفته. توصیه میکنم اگر دوستان مایل باشن برن و این در سایت دانشگاه میامی اگر اسم منو سرچ کنن مقاله اونجا هست. این مسئله پخش اذان در نمیدونم کل، مسئله مختلفی که هست، حالا خیلی ماجراش مفصل اگه من بخوام وقتمون داره به پایان میرسه. این رفتار غرب واقعا هم به ضرر مردم این کشورها، زنانی که دارن با چنگ و دندون مبارزه میکنن، زنانی که تحت خشونت هستن، هم به ضرر این جوامع است و هم به ضرر جامعه غرب هست. جامعه ای که بعد از رنسانس با خون جگر این آزادی رو به دست آوردن و الان مفت 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 گذاشتن، همینجور دارن حراجش میکنن. این واقعا باید نقد خیلی محکم بشه و اینها یه ذره بیدار بشن، به خودشون بیان که دارن چه خیانتی در حق زنان جهان میکنن. این یه مسئله است. اما در مورد به اصطلاح دیپلماسی و حالا منافع اقتصادی و این مسائل هست که حکایتش جداست، اما در سازمان ملل و گزارشگرهای ویژه این موضوعش جداست. بله، و این هست که ما باید از مکانیزم‌های بین‌المللی استفاده بکنیم، حتی در این مورد که دیپلمات‌ها منافع اقتصادی رو به حقوق بشر، به اعلامیه جهانی حقوق بشر که در همون سازمان ملل تدوین شده، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو فدای منافع اقتصادیشون میکنن، گزارشگرهای ویژه میتونن روی این مسئله نقش داشته باشن. و ما باید از همه یعنی چون که الان قدرت دست جای دیگه هست، قدرت من مثلا تسلیحاتیه، مالیه، ما هم از قدرت دیگری باید استفاده کنیم. ما هم از قدرت مردم باید استفاده کنیم، نباید اینو نادیده گرفت، و از اون مکانیزم هایی که یا ممکنه برامون ناشناخته باشه یا اینکه دسترسی بهشون یه مقداری دشوار باشه بعد راهشو پیدا بکنیم و از هر مکانیزمی استفاده بکنیم تا بتونیم یک جوری به اصطلاح این برتری نظامی و اقتصادی رو که دست حکومت ها هست این رو بشکنیم. مرسی از اینکه به این فرصت رو دادیم. خواهش میکنم، ممنونم از شما. خانم دکتر بابک، لطفاً بفرمایید که خانوم هایی که در واقع مورد خشونت قرار میگیرند چقدر حمایت دولتی دریافت میکنند در ایران و آیا جایی وجود داره که بتونن استمداد کنند؟ نه عزیزم، یکی از کلاینت های خود من که اومده بودن اینجا من دیدم گردنش بریده است. ازش سوال کردم، گفت وقتی که ایران بودیم با شوهرم اصلا مشکلات هر دو قربانی، هر دو از خانواده بسیار بسیار آسیب خورده فقیر و اینا همینطوری ازدواج کرده بودن، نه علاقه نه آشنایی، ولی مرد متعصب و سر مسئله خونه که میخواستن یه خونه‌ای بخرن دعواشون میشه، همیشه کتک میخورده و بعد آخرین بار میره تو دادگاه تمام صورتش کبود، به قاضی میگه به من گفته من میکشمت. میگه خواهر برگرد، من این چی میگن، یه جمله داره، کلمه دارن که ضمانت، من ضمانت به تو میدم، تو امشب برگرد. گریه میکنه، میگه ولی میگه منو میکشه. میگه نه من ضمانت میدم، برو فردا برگرد. میره خونه، باید گفت پوزش میخوام اگه یه خورده دردناکه، ولی باید گفت بعد تکون بخوریم و بعد شاک بهمون وارد بشه. بعد اینا میرن خونه، یه بچه 3 ساله، پسر 3 ساله داشتن، میرن خونه، شوهر میره قشنگ نامه رو مینویسه، نامه مینویسه، میگه من کردم هیچ، چون اصلا نمیتونه تهمت هم بزنه، چون اصلا یه همچون زنی نبوده. بعد چاقو رو قشنگ تیز میکنه، یعنی قشنگ آگاهانه. و بعد مادر خوابیده، بچه‌ام بغلش خوابیده، میره رو سینه‌اش میشینه و شروع میکنه ضربه زدن. و بعد میره جلو آینه، حالا این کودک 3 ساله از ترس و وحشتش گوشه اتاق وایساده داره تماشا میکنه. بعد میره تو خیابون، خود آقاهه تعریف کرد، رفتم تو خیابون و شروع کردم همار زدن که من زنم رو کشتم. همسایه ها ریختن، گذاشتنش تو پتو، رسوندنش به بیمارستان. میگه وقتی من رسیدم به بیمارستان پرستارا انقدر خونی شده بودم که خواستن تمام موهای من، همه سرم خونی بود دیگه، چون گردنش زده بود. و شروع که همین تیتو گذاشتن سر منو میشستن، پرستارای زن برگشتن گفتن که وای بیچاره، حتما شوهرش اینو با یه مرد تو رخت خواب دیده دیگه، بیچاره مرده. میگه وقتی من اینا رو داشتم میشنیدم که یک همچین تهمتی دارن به من میزنن و بعد خوشبختانه نجات پیدا کردن، اومدن در دنیای غرب، بعد من تو تراپی دیدمشون. یعنی فاجعه است. بله. بارها دختر 15 ساله، خواهر 15 ساله در یکی از شهرها در کشور خودمون رفته، بارها دادگستری گفته. برادرم دید که من توی موبایلم با یه پسر چت میکردم، منو که خیلی کتک زده و گفته میکشم. 3-4 بار میره دادگستری، اعلام میکنه که منو گفت تهدید کرده برادرم میکشم، اهمیت اصلا نمیدن و این دختر 15 ساله سرش بریده شد به دست برادرش. یعنی فاجعه است، یعنی واقعا فاجعه است که حتی کسی در اون دادگستری نیست که یه ذره وجدانه، یه ذره عقیده‌شو بذاره کنار، عقیده شرعیشو بذاره کنار، وجدانش رو بیدار بکنه به عنوان یه وکیل، به عنوان یه دادستان، به عنوان دادگستری حواسش باشه. یا در پلیس مردم همینطور، پلیس زنم همینطور. شما نگاه کنید زنای گشت ارشاد چگونه وحشیانه حمله میکنن به زن، حمله میکنن در تمام اتاقها. تمنا کردم از زنان دیندار بیان منو ما رو قانع کنن، بگن دین خوب است، حجاب خوب است، جرئت نمیکنن بیان. اینجاست که بگم در جواب سوال شما، هیچ حمایتی نه برای کودک همسری هست، نه برای کودک آزاری جنسی هست، تفخیضی ندارن، و نه برای حمایت از حقوق بشر است، برای حقوق حیوان هیچ حمایتی اینا ندارن، برای اینکه تمامش قوانین شرع اسلامه. اینه که درد زیاده و مسئله جدی و صورت مسئله بسیار جدی. بله متاسفانه همینطور که شما فرمودین. امروز من داشتم یه فیلم رو نگاه می‌کردم که در واقع مصاحبه بود با یه خانمی که از یه قتل خانوادگی نجات پیدا کرده. پدر این خانم دستش از پشت گرفته بوده و مادرش با یه جسم سخت به سر این ضربه می‌زده و این تونسته از اون خونه فرار کنه. فرار میکنه، با پلیس تماس میگیره و پلیس حالا ساعت 11 شب پلیس میگه که چون مسئله خانوادگی هست ربطی به پلیس نداره، شما باید به اورژانس اجتماعی تماس بگیرید و این خانم تماس میگیره با اورژانس اجتماعی، ولی اورژانس فقط در ساعت اداری پاسخگو بوده و خب این زن باید چیکار میکرده؟ یعنی فقط خودش بوده که تونسته فرار کنه از اون خونه و حتی پلیس ایران هم نتونسته کاری انجام بده برای کسی که جانش در خطر هست. راهای عزیزم، 3 شب پیش موضوع توی کلاب هاوس بود، عزیزی تو بک چنل برای من نوشت خانم دکتر 4 سال پیش با زنم دعوام شد، بعد زنم زنگ زد به پلیس، من نگفتم میکشمت ولی زنم زنگ زد به پلیس و به وان 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 چی وان تو تری همچین و گفت که شوهرم میخواد منو بکشه. به من گفتن به خانمم گفتن به اون شماره زنگ زد. به اون شماره زنگ زدم گفتن نه حالا بعد به اون شماره زنگ بزن. به اون شماره زنگ پلیس گفت از خانه بیرون نرو، به این شماره زنگ بزن. طرف داره میگه، حالا این آقاها برای من نوشته بود، میگفت زن من بهشون گفته شوهرم میخواد منو بکشه، پلیس میگه از خونه بیرون نرو. بعد فرستادن گفتن به این شماره زنگ بزن. به اون شماره زنگ زد زنم، گفتن از خانه بیرون نرو، به این شماره زنگ بزن. به اون شماره زنگ زدم، دوباره به من گفتن آروم باش آروم باش، از خونه تکون نخور. 4 ساله شرمندم از اینی که مردم، شرمندم از اینی که تو کشوری دارم زندگی میکنم که اگر من دست به یک همچین قتلی زده بودم چه اتفاقی میافتاد. 4 ساله با زنم دارم صحبت میکنم که واقعا تو چه کشوری ما داریم زندگی میکنم. اینو خودش نوشته بود این آقا بر من. فاجعه بالاتر، ما قتل‌های ناموسی در کشورهای غرب مگه کم داریم؟ رضوان عزیزم میدونه. برداشتن زن و بچه‌شون رو آوردن اینجا، مادر همراهی کرده با شوهر، دختر 17 سالش رو کشتن به خاطر اینکه دوست پسر داشت. مگه ما بناز نداریم دختر کردو؟ چند بار رفت به پلیس گفت، ولی این اتفاقات قوانین رو تغییر کرد، تغییر داد برای دنیای غرب، تکانشان داد. حالا کمتر شده ولی همچنان ما قانون قتل‌های ناموسی در غرب هم داریم. بچه‌شو برمی‌داره کلک میزنن میبرن، یا ختنش میکنن وحشیانه و یا شوهرش میدن وحشیانه، شوهر اجباری، و یا اونجا میکشن صداش هم در میاد. بله متأسفانه ریشه قصد من آن ریشه است که باید همونطور که رضوان عزیزم گفت باید شخم زده بشه و این ریشه از ته ته باید بیاد بیرون تا یک قانون حقیقی حقوق بشر، دموکراسی و سکولاریسم و لاییته در کنارش قرار بگیره، تا ما آموزش بگیریم از همدیگه که در کنار یکدیگر با آرامش و با صلح و با مهربانی همدیگر رو بپذیریم. هیچ دینی از هیچ دینی برتر نیست، هیچ نژاد و هیچ رنگی از رنگ دیگری برتر نیست. بیاموزیم که ما همه انسان و بشریم، در کنار هم مهربان زندگی کنیم. سپاسگزارم خانم بابک. خانم دکتر مقدم، به نظر شما چه چیز باید اصلاح یا تغییر کنه؟ ساختار سیاسی یا فرهنگ و یا قوانین جمهوری اسلامی ایران؟ شما مشکل رو در چی می‌بینید و فکر می‌کنید چی هست که باید اصلاح یا تغییر پیدا کنه؟ مایکتون رو اگه باز کنید. همه ما از ریشه گفتیم. بله، یعنی این که ببینید اول که ساختار قوانین از کجا میاد، طبق اصل 4 قانون اساسی در حکومت اسلامی. من از جمهوری اسلامی اسم نمیبرم، میگم همیشه میگم حکومت اسلامی. در حکومت اسلامی طبق اصل 4 میگه همه قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها باید بر اساس اصول مقدس شرع اسلام باشه. همین یه دونه ماده کافی همه چیز رو در حقیقت مادر تمام ام الفساده حقیقت تمام ماجراها از همین یک دونه ماده است. و شما فکر کنید وقتی که ما به مسئله اقتصادی نگاه میکنیم، به مسئله سیاسی نگاه میکنیم و فرهنگی نگاه میکنیم، کتاب‌های درسی چرا اون شکلی میشه؟ چون میخوان حکومت جامعه رو میخوان اسلامی کنن. اینا از فیزیک شیمی اسلامی حرف میزنن. شما باور کنید اینو جدی دارن میگن. بله بله. از فیزیک شیمی اسلامی حالا من نمیدونم دیگه، مثلا فرض کنین یونای چیز زنانه و مردانه لابد میخوان بگن. مولکول های زنانه مردانه میخوان تقسیم کنن. اصلا من موندم که اینا یعنی واقعا این فکر اینا چگونه می اندیشند، دنیا رو چگونه می بینند. یعنی تمام ماجرا اصلا از این قسمت فراموش شده، تمامش رفته به پایین تنه. یعنی شما نگاه کنید ببینید اگر مسئله جنسی رو سکس رو از اسلام بگیرید چی باقی میمونه؟ چی؟ شما با حیوان حق داری حیوان رو تجاوز کنی بهش، بعد حیوان بدبخت رو باید بکشیش، بعد یه رساله میگه بعدش بسوزونش، اون یکی رساله میگه میتونی ببری یه جای یه شهر دیگه بفروشی، یه روستای دیگه پشتش رو بفروشی. تو به حیوان تجاوز کردی. یعنی وقتی من میگم هیچ حقوقی برای نه انسان و نه حیوان و نه محیط زیست، اصلا اینا محیط زیست حالیشون نمیشه. شما نگاه کنید چه تو شهرهای کلان چه جنایتی کردن، تمام درخت‌ها رو همه چی رو کندن به خاطر زندگی لاکچری خودشون. دریاچه رضاییه رو ببینید به کجا رسید، خاکریزه‌های خوزستان ببینید چی شد. چون اصلا نه سوادشو دارن نه شعورشو دارن، تنها چیزی که دارن حکم شر و وقاحت و جنایت و بی‌وجدانی. اینو عالی هست، حرفه‌ای هست و بسیارم خوشحالن، برای اینکه هر جنایتی رو بکنه میره توبه میکنه، نماز میکنه، دهنش هم آب میکشه، مشروبش هم میخوره، زنبارگیش هم که آزاد اگرم که شیعه است که هر چی دلش میخواد میتونه داشته باشه. طبیعتاً میده، طبیعتاً میشه مرد سالاری. اون وقت عصبانیان بعضی از اینا که میگن خانم‌های ایرانی مرد ستیزن. طبیعتاً زن عصبانی میشه، متاسفانه مرد ستیز میشه. نه مرد ستیزی درست است و نه زن ستیزی، و نه زن ذلیلی درست است و نه مرد ذلیلی. اما یک حکومت این چنینی همه اینا رو تولید میکنه، آفت میشه به جان نسل به نسل و تک تک خانه و خانواده و جامعه و فرهنگ. بله. من 2 ساعت دیگه برنامه تو کلاب هاوس داریم در مورد مسائل جنسی که در خاورمیانه، اتفاقاتی که در یعنی چون یکی از تخصص‌های من سایکوسکشوال تراپی، یعنی چیزهایی من به عنوان فردی که 30 سال اینجا زندگی میکنم سایکوسکشوال تراپیست هم هستم، چیزهایی از ایران میشنوم که تا به حال نشنیدم. از اون طرفی افتاد، یعنی 2 تا افراط و تفرید خیلی خیلی عجیب و غریب ما در خاورمیانه داریم میبینیم، تمامش به خاطر محدودیت‌های بیش از حد، به خاطر فقط این آگاهی. این نکته رو که اشاره کردید، من حدود 3-4 سال پیش بود بخواستم روی پروژه تجاوز محارم، چون من روی خشونت علیه زنان کار میکنم و با چند تا از دوستانم به صورت صحبت کردم که موارد کیسایی رو به من معرفی کنن که مورد تجاوز محارم قرار گرفتن. به من گفت که هیچ کاری نداره، برو این فایلای دکتر هلاکویی رو نگاه گوش بده ببین چه خبره. و من واقعا وقتی اومدم این فایلا رو سرچ کردم، سرچ توی به اصطلاح همون کانال ایشون، و دیدم اصلا فاجعه است. سکس با یعنی پدر، برادر، دایی، همینو در ایران اتفاق افتاده. رضوان عزیزم شما میدونید که بالاترین تجاوزهای محارم مثلا اسمش محارمه در تمام دنیا معمولا از عزیزان درون خانه و خانواده است. و از عمو، پدر بزرگ، پدر، برادر، پسر عمو، پسر دایی، پسر خاله، دوست و رفیق عمو جون ها، از همین جاست متاسفانه. و اینجاست که یکی از بزرگترین مصیبت ها سانسور ها و بلند نشدن صداست و نداشتن آموزش صحیح که کودک از کودکی بیاموزه که چگونه باید نبگه و چگونه باید فریاد بزنه و کمک بخواد. و به همین دلیله که محارم معمولا میان سراغ این تجاوزات جنسی، چون بین محارم مادر اگه بچه میره به مادر میگه میخوای زندگی خواهر خراب شه، میخوای زندگی خالت هم خراب بشه، یعنی اجازه یا اینکه نه فکر من انقدر کیس دارم از محارم که اصلا واقعا وقتی که بازش کنه آدم اصلا نفس بر میشه که چجوری این پدر بزرگ، دایی، عمو چجوری به این زنی که الان شده نوه داره، زنی دختری که بزرگ شده الان دیگه انسان نیستش که، مگه میدونی چه ضربه های وحشتناکی میخوره. به وقتی انسان غریبه بهش دست بزنه خیلی فرق میکنه تا اینکه برادر تو، عموی تو، پدر تو، پدر بزرگی تو داره به تو دست میزنه. من کیس خیلی خیلی زیاد دارم در این مورد. فاجعه است از بس که مخصوصا در کشورهای اسلامی، چون قانونی در موردش، قانون سفت و محکمی در مقابلش نیست. در دنیای غرب شما میدونید الان هم در اروپا تلاش دارن میکنن پیدوفایل رو خیلی جدیتر گرفتن که مثل برق بتونن از دنیای مجازی پیداشون بکنن، پوستشون رو میکنن. ولی در دنیای اسلامی، جهان سوم، اصلا کسی خبردار نمیشه. یک، آموزش ندارن. دو، اصلا حق گفتنش رو هم ندارن. سه، جرأت گفتنش هم ندارن، میترسن. بله. همیشه هم گفتن تقصیر خودت بوده. یک متجاوزم دائما میگه، یا میگه انقدر دوستت دارم عاشقتم، گولش میزنه، یا اینکه تهدیدش میکنه اگه بگی سرتو میبرم، اگه بگی آبروتو میبرم. میگم خودش خواسته. بله. یک دنیا در موردش حرف هست، در مورد محارم، تجاوز در مورد محارم. بله، من یه مطلب خوندم که در سیستان و بلوچستان خیلی از زنان و دختران هستن که در گورهای بینام و نشایی دفن میشن. یعنی همونجوری که شما فرمودین، یا دادخواهی نمیشه، یا اگه حتی شکایتی هم بشه کسی نیست، قانونی نیست که به اینها رسیدگی کنه و حمایت کنه از زنان و دخترانی که آسیب دیدن در این خصوص. و موضوع دیگه که در واقع باید مطرح کنم، دوستم که خانم دکتر مقدم لطفاً اول پاسخ بدن، اینکه در واقع به نظر شما راهکار برای مقابله با خشونت علیه زنان چی هست و چطور میتونیم از فاجعه های بیشتر در آینده پیشگیری کنیم؟ نظر شما در این خصوص چی هست خانم دکتر؟ بله، این سوال شما سهل و ممتنع هست. به نظر ساده میاد ولی خیلی دشوار پاسخش. من تا در وهله اول مسئله آگاهیه، یعنی اینکه یک، خود زنان به حقوقشون آگاه باشن، یاد گرفتن به اصطلاح آموزش مهارت نگفتن. اما خب این یک بخش قضیه است. بخش دیگرش برمیگرده به همه این صحبتایی که ما کردیم، شامل قوانین هست، آموزش‌های از طریق کتاب‌های درسی هست، آموزش‌های غیر مستقیم هست، همه اینها هست. واقعاً مقوله خشونت و رفع خشونت، توقف خشونت کار ساده‌ای نیست، به خاطری که هم عوامل مختلفی هست که به اصطلاح مثلا یکیش مورد اقتصادی هست، خب که دکتر بابک اشاره کردن. مثلا فرض کنیم مردی که خب حالا رفته دست فروشه، اون نیروهای انتظامی میان بساطشو لگد میکنن، پخش میکنن، میندازن تو جوب، برمیدارن میبرن. خب این آدم میاد خونه دست خالی. در قانون حکومت اسلامی هم اونجا اعلام کردن مرد رئیس خانواده است، مرد رو کردن خانواده رو مثل یک اداره فرض کردن، حالا مرد هم اونجا رئیسشه. خب یه قدرت به اصطلاح شیر بیال و دومی هم درست کردن اونجا، اسمش هم گذاشتن مرد و کلی هم از کودکی تو گوشش خوندن که تو نمیدونم سیم خاردار خونه ای و تو الی و بلی و سرت مثل سر شاست و باید مثلا خانواده رو به اصلاح حمایت کنی و نوناورشون باشی. خب این آدم وقتی میبینه نمیبینه، نمیتونه، نتونسته، ناتوان هست، یک خشمی در وجودش ایجاد میشه. این رو بعد یه جایی میبره توی خونه، بچه‌شو میزنه، همسرشو میزنه. اینها مثل حلقه های یک زنجیره، یعنی اینقدر در هم تنیده است که خیلی دشواره. میگم سوال، خب سوال خیلی خوبیه، اما پاسخش هم آدم میتونه فقط بگه خب آگاهی خودشو خلاص کنه. اما این آگاهی از کجا میاد؟ این آگاهی وقتی که خود دختری که از بدو تولد، حتی از در شکم مادرش هست، مادر میره وقتی میخواد وسایل اتاق بچهش رو بخره، اول میره برای دخترش لباس صورتی میخره، بعد هم وسایلی که تهیه میکنه وسایلی است که تفکیک بسیار جنسیتی داره در همه چیزش. این بچه یعنی در حقیقت میگم خیلی خیلی به اصطلاح باید این مسئله خیلی عمیق‌تر راجبش صحبت بشه. اما با همین توضیحاتی که دادم باز هم میتونم بگم که آگاهی حرف اول و آخر رو میزنه. منتها این که این آگاهی به چه مکانیزمی ایجاد بشه، این یه مقداری بسیار موضوع رو پیچیده میکنه. اما همونطوری که به هر حال انسان تفاوتش با موجودات دیگر این هست که میتونه یک سری خودآموزی ها بکنه، یک سری خودش رو از اون شرایطی که هست بتونه نجات بده. خب من هم در اون جامعه ایران بودم، ولی به هر حال تونستم متفاوت باشم. این مسئله رو، پتانسیل رو انسان‌های بسیاری دارن. این هست که ما بتونیم پتانسیل هامون رو تبدیل بکنیم به اصطلاح به عمل و بتونیم از اون چیزی که داریم از اون نیروهایی که داریم استفاده بکنیم. این مسئله خیلی مهمه و این که بتونن به اصطلاح از اون مهارت‌های زندگی رو بیاموزن و این مهارت‌های زندگی کمک میکنه بهشون که بتونن حداقل خشونت رو دفع کنن یا بتونن به اصطلاح اینقدر قوی بشن که طرف مقابل نتونه اعمال خشونت بکنه نسبت به اونها. اینا راه‌هایی است که به هر حال آموزش‌هایی است که ما در کارگاه‌های آموزشی که برای زمانی که من ایران بودم به اصطلاح یک انجمنی داشتم که کارش توان افزایی زنان بود. من هم به جای کلمه توانمندسازی همیشه میگم توان افزایی. و این توان افزایی، چون هر انسانی یک توانایی داره و اینها سقراط یه روشی داره، میگه روش مثلا برای آموزش روش مامایی، قطعا در موردش میدونید. در مورد انسان ها هم همینطوره، هر انسانی توانی داره و این به اصطلاح این بعد به منصه ظهور برسه و ولی شما یه چیزی هم که اضافه میکنید به اون توانش، با هر آموزشی توان انسان بالا میره. همون که میگیم دانایی توانایی است، واقعا دانایی توانایی است. هرچه آدم دانش بیشتری داشته باشه در مورد مسائل مختلف، تواناتر است. بسیار سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون. خانم دکتر بابک، نظر شما چی هست؟ شما راهکار رو چی میدونید و اینکه در آینده بتونیم چطور انقدر شاهد و ناظر این همه اخبار و جنایت هایی که از ایران میشنویم و میبینیم نباشیم؟ بفرمایید. ما چون در داخل کشورمون مردم شدیداً از نظر روحی روانی در عذابن، از نظر اقتصادی در عذابن، خستن، مردم خیلی خیلی خستن و در کنارش هم تعصب. اگر ما یاد بگیریم و یاد بدیم به دیگران که هر گونه تعصبشون رو زیر پاشون بگذارن. چون دیشب آخوندی زدی میگفت ما تعصب خوب داریم و تعصب بد داریم. ناموس خودش تعصب خوب است. یعنی این فاجعه رو شما نگاه کنید. اگر یاد بگیریم که هر گونه تعصب، چون تعصب انسان رو، چشمهاش رو نابینا، گوشهاش رو ناشنوا و زبانش رو دراز میکنه. متاسفانه خرد انسان رو تعصب میپوشونه. ما یاد بگیریم، یاد بدیم که تعصب نداشته باشیم، خودمون در درجه اول، فردمون، به خانواده هامون کمک بکنیم که این تعصب رو کم رنگتر و هر گونه تعصب، و ببینیم که چگونه میتونیم آگاهی رسانی رو برسونیم، چون همونطور که خانم مقدم گفتن واقعا انسان قابل تغییر هست، فقط و فقط به شرطی که تعصبش رو بگذاره کنار و بخواد تغییر بکنه. در غیر این صورت نمیتونه تغییر کنه، چون اون رو اولویت داده. یادشون بدیم وجدان، دوست داشتن دختر و پسر، هنر همسرداری، هنر فرزندداری چیست، هنر تربیت فرزندداری و تربیت چیست، چگونه در کنار یکدیگر ما بتونیم با مشورت کردن و حرمت قائل شدن برای هم دیگه، نه اینکه چون من مردم حق دارم و چون زنی حق نداری. اینا رو اگر ما یاد بگیریم و یاد بدیم، چون خیلی وقتا دیدین که معمولا یاد میدن ولی خودشون تو خونه خودشون یه دیکتاتورن. اینو اگر ما بتونیم برای خودمون نهادینه بکنیم و بعد اینو تقدیمش بکنیم به عزیزانمون، چون باز تکرار میکنم دست ما خیلی باز نیست، حتی عزیزانی که در داخل ایران هستن تا اونجایی که میتونن دارن تلاش میکنن، ولی همه خسته هم هستن و وحشت زده خیلی زیاد. اینه که امیدوارم هر چیز بیشتر ما آگاهی رو بیشتر بکنیم تا به آزادیمون برسیم. امیدواریم ما هم همینطور. اگه سخن آخر و جنبندی هست خوشحال میشیم که بشنویم شما رو. خانم دکتر بابک بفرمایید و بعد هم خانم. ممنونم از شما. امیدوارم که این برنامه ها رو بیشتر بکنید، دخالت در سیاست و حضورتون در کلاب هاوس بیشتر بشه. سعی کنید این تریبون رو از دست ندیم، چون جمهوری اسلامی تلاش خیلی کرده و میکنه که از ماها این تریبون رو بگیره، چون مردم از داخل ایران خیلی راحت تماس میگیرن با فیک اکانت، به راحتی اون پایین نشستن دارن یاد میگیرن. یک دانشگاه بزرگی، فراموش نکنید، یک دانشگاه رایگان 8000 نفر توی اتاق میتونن باشن و درس‌های بزرگ زندگیشون رو بیاموزن. و همین تمنای من از همه شما اینه که جدی بگیرید کلاب هاوس. 2 بار خامنه‌ای به خاطر کلاب هاوس حکم جهاد سایبری داده، یعنی انقدر این قدرت داره، ولی متاسفانه عزیزان خارج نشین جدی نمیگیرنش. ایرانی‌ها داخل ایران بهتر دارن ازش استفاده میکنن تا خارج. ما 8 میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم. خجالت آور نیست که اینقدر بی‌تفاوت داری؟ اینا فاجعه یک ملته. بله. بله. بسیار ممنونم خانم دکتر بابک. میشنویم صحبت‌های شما رو در پایان. خانم دکتر مقدم بفرمایید. بله، مرسی. واقعا این برنامه خیلی خوبی بود. هر چقدر از این برنامه بذارید کم هست و به نظرم خیلی جا داره. مسئله همین برمیگرده به سوال آخرتون، مسئله آگاهی، که همونطوری هم که دکتر بابک اشاره کردن، آزادی بدون آگاهی ممکن نیست. خیلی خوبه، ممنونم. خوشحالم که در خدمتتون. بسیار ممنونم از شما 2 مهمان بزرگوار که وقت گذاشتیم و با ما همراه بودید. به امید آینده‌ای بدون ترس، تهدید، تفتیش، تعصب و تجاوز و قتل برای بانوان سرزمینم و برای همه بانوان جهان. ممنونم. تا درودی دیگر، بدرود. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.